اخبار وضعیت ترانسجندرها یا تراجنسیتی ها در هند با شما گفتیم، اما در ایران به خاطر محدودیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی زندگی افراد ترانسجندر به مانند زندگی همجنسگرایان دیگه در ایران با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. مقامات ایرانی از یک سو همجنسگرایی یا همون تمایل به جنس موافق رو به شدت نفی می کنند، تا جایی که حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران وجود اونها رو به کلی انکار کرد و گفت که ما در ایران همجنسگرا نداریم، یا اینکه آقای لاریجانی بار دیگر در آخرین مصاحبهش همجنسگرایان رو افرادی منحرف و همجنسگرایی رو مشمول اشد مجازات اعلام کرد. اما از طرف دیگه دولت ایران سالها با عمل جراحی تغییر جنسیت موافقت کرده، حتی انجام این عملها رو تشویق هم میکنه. فتوای مذهبی آیت الله خمینی پس از انقلاب سال 57 باعث شد که عمل جراحی تغییر جنسیت در ایران مجاز و قانونی اعلام بشه. حالا مراحل اداری گرفتن مجوز و طی روند انجام این همچین جراحی تغییر جنسیتی در ایران چگونه هست؟ در ایران حکومت حساب به زعم اونها تراجنسیت های واقعی رو از سایر گرایش ها و هویت های جنسی جدا میدونه. سوال اینجا هست، تراجنسی واقعی از نظر قوانین ایران چه شخصی هست، به چه کسی اطلاق میشه و این تعریف بر چه مبنایی صورت میگیره؟ آمار و ارقام این قبیل جراحی ها پس از انقلاب و به ویژه پس از فتوای آیت الله خمینی چگونه بوده است؟ و سوالات دیگری که امشب در این قسمت با شادی امین فعال حقوق همجنسگرایان و مدیر و مؤسس شش رنگ شبکه لزبیان ها و ترانسجندرهای ایرانی مورد بحث قرار خواهیم داد. ایشان در 3 سال گذشته پیرامون این موضوع مشغول تحقیق تفحص بودند و یکی از آخرین مصاحبه های خانم امین با عنوان تراجندرها در ایران اخیراً هم منتشر شده. شادی امین به طور مستقیم و زنده از لندن با من و شما هستند در این قسمت از برنامه. بله، درود میفرستم به شما خانم امین، خوش آمدید به برنامه. اولا من سلام عقب موندم و به شما بکنم، سلام میکنم خدمتتون و همینطور خدمت بینندگان. ممنون از توجهتون به این مبحث، به خاطر اینکه متاسفانه رسانه های فارسی زبان کمتر به این مسئله پرداختن و رسانه های داخل ایران هم نگاه خاصی رو مطرح میکنن که باعث میشه که اون آگاهی که لازم هستش که خانواده ها داشته باشن، افرادی که با این مسئله خودشون رو درگیر میبینن ازش برخوردار بشن، متاسفانه ما شاهدش نیستیم تو ایران. اساساً اینکه ترانسکشوال یا ترانس یا تی اس یا تراجنسیتی تو ایران چه کسی هست، تعریف‌های خیلی گوناگون و برخن غلطی جا افتاده در جامعه ایران. وقتی ما میگیم ترانسکشوال، بلا فاصله تو ذهن آدم‌ها میاد که ما از یک آدم دو جنسی یا یک آدم خونسا حرف میزنیم، در صورتی که این اساساً متفاوت هست با اون تعریف. تعریف دو جنسی یا خونسا کسی است که فاقد اندام جنسی هر دو هیچ کدام از جنس ها هست، یعنی نه زن است نه مرد، یا هر دو رو داره و به همین دلیل به لحاظ پزشکی قابل ترمیم و انتخاب هست که کدام یک از اون دو جنس رو میخواد در واقع هویتش رو حاملش بشه. اما در تو وضعیت بچهای ترانسکشوال این متفاوت هست. بچهای ترانس کسانی هستن که چه دختر چه پسر چه زن چه مرد، کسایی هستن که از جنسیت خودشون از بدن خودشون احساس رضایت نمیکنن به هر دلیلی. غالبا البته ما در جامعه ایران با این وضع روبرو هستیم که این نارضایتی از بدن با گرایش جنسی هم جنس هم خیلی از اوقات در هم تنیده شده. یعنی که فردی که خودش رو ترانسکشوال میشناسه زمانی اساسا به متفاوت بودنش با دیگران پی برده که توی سن بلوغ مثلا عاشق شده، یهو دیده عاشق هم جنسش میشه، براش سوال پیش اومده دلیلش چیه، بعد میاد و نگاه میکنه میبینه مثلا مثل زنای دیگه دوست نداره روسری سرش کنه، حجاب اجباری بهش فشار میاره، لباس زنانه دوست نداره، عروسک بازی دوست نداره و اینا رو میچسبونه کنار هم و میگه پس من زن واقعی نیستم. چرا که گرایش جنسی آدم ها متاسفانه انقدر در واقع بتونه شده، انقدر ثابت و یکسان فرض میشه که همه میبایست دگر جنسگرا باشن و اگر کسی هم جنسگرا باشه پس یک اشکالی در بدنشه. اینطور نیست. اما
آنچه که در جامعه ایران اتفاق میفته اینه که کسایی که بلافاصله با این نارضایتی از بدن خودشون روبرو میشن مجبور میشن، من تاکید میکنم روی این واژه، ضمن اینکه بگم خیلی از بچه‌ها هستن که این انتخاب رو در خارج از کشور هم میکنن که عمل جراحی تغییر جنسیت رو انجام بدن، اما دقت بکنیم که روی اجبار. متاسفانه بله، این اجبار یک اجبار نهان هست، به این معنی که متاسفانه یک آگاهی کامل در رابطه با همجنسگرایی وجود نداره، آگاهی کامل در رابطه با عواقب عمل تغییر جنسیت وجود نداره، آزادی همجنسگرایی وجود نداره، یعنی آزادی ترانسجندرها وجود نداره. فرق ترانسجندر با ترانسکسوئل ها در اونجایی نمود پیدا میکنه، در واقع از این زاویه هست که ترانسجندر کسی است، فرض بکنید من میتونم خودم رو ترانسجندر معرفی بکنم و بگم که من دلم نمیخواد با معیارهای تعیین شده اجتماعی به عنوان زن خودم رو تعریف بکنم، دلم میخواد مثلا شلوار بپوشم، دلم میخواد فوتبال بازی کنم، دوچرخه سوار شم، چیزایی که امروز تو جوامع در واقع جهان داره میره به این سمت که این تفاوت‌های دیکته شده جنسیتی رو کنار بذاره و بشر فارغ از جنسش به واسطه توانایی و علایقش بتونه زندگیش رو سامان بده. متاسفانه ما تو ایران با چنین شرایطی روبرو نیستیم. اما در هند خب الان در ارتباط با ترانسجندرها دیوان عالی هند اونها رو قانونا یک جنسیت مستقل اعلام کرده است، تمام حقوق شهروندی هم بهشون تعلق میگیره. خب همه اینایی که گفتین در واقع این تصمیم قانونی که صورت گرفته است در هند میتونه اینها رو حل بکنه. حالا از نظر فرهنگی هم پذیرش جامعه خیلی شرط هست و در کشوری مثل هند هم نگران کننده، درسته؟ نکته خوبی و خیلی اشاره کردن، چون ما اتفاقا در رابطه با این تصمیم دیوان عالی کشور هند ما با یک کشوری روبرو هستیم که به عنوان یک کشور غربی نمیتونن ازش امروز تو ایران اسم ببرن و بگن این فرهنگ غرب است، فرهنگ هند هست، بسیار نزدیک است، سابقه مشترکی ما داریم از خیلی لحاظا با این کشور و شما میبینین که توی هند حتی به عنوان کشوری با جمعیت خیلی زیادی که داره در واقع یک پیروزی محسوب میشه، پیروزی که مدیون در واقع مدیون جامعه همجنسگرایان و ترانسجندرها و تراجنسی ها در این جامعه هست، یعنی کسانی که مبارزه کردند برای اینکه گرایش جنسی انسان ها و هویت جنسیتی اونها به هر شکلی که آدم ها انتخاب میکنن به رسمیت شناخته بشه. دقت بکنید این تصمیم از این لحاظ حائز اهمیت است در هند که یک میگه هر کسی حق داره خودش رو اونطوری که میخواد جنسیتش رو تعریف بکنه، کسی حق نداره اجبار بکنه و در ثانی حق داره کسی نفی بکنه حتی جنسیتش رو، در واقع خودش رو به عنوان خونسا معرفی بکنه. از این جنبه هستش که من فکر میکنم که ما میبایست در ایران دقت بکنیم که کسایی که تو ایران خودشون رو ترانسکشوال میدونن یا میخوان عمل جراحی بکنن در واقع یک تصادف هست که تو ایران به دنیا اومدن، اگه تو هند به دنیا میومدن کسی وادارشون نمیکرد که مجبور بشن این عملای جراحی رو بکنن و آزاد بودن که این عمل رو انجام بدن یا ندن و حق داشتن از حقوق شهروندیشون برخوردار باشن. من از به اشاره داشتید به ایران و عملهای جراحی، به هر جهت در سالهای اخیر مثلا تو این یک دهه اخیر در حال افزایش بوده است این عملهای جراحی. شما در یک مصاحبه که داشتید که من در آغاز صحبتم هم گفتم عنوانش هست ترانسجندرها در ایران، گفتید که رسانه‌های غربی به گونه‌ای در مورد ایران ابراز نظر می‌کنن که گویی ایران بهشتی هست برای تراجنسی‌ها. حالا من می‌خوام از شما این سوال رو بکنم، به هر جهت نسبت به سایر اقلیت‌های جنسی در ایران وضعیت ترانسجندرها بهتر هست نیست؟ ببینید این ظاهر قضیه است، این ظاهر قضیه است به این دلیل که شما در واقع علت اینی هم که عملهای تغییر جنسیت افزایش داشته و خیلی از کسانی که همجنسگرا هستن هم این تصمیم رو میگیرن این هستش که شما بین همجنسگرا بودن و ترانسکشوال بودن، فرای اینکه در بسیاری از موارد ما اگر بپذیریم که این افراد خودشون رو همجنسگرا نمیدونن، باید قبول کنیم که شما بین انتخاب مرگ، مجازات همجنسگرایی و عمل جراحی جنسیت به عنوان ترانسکشوال، طبیعتاً عمل جراحی تغییر جنسیت رو انتخاب میکنید، هر انسان عاقلی این کار رو میکنه.
امید کسانی که خودشون رو به عنوان ترنس معرفی میکنن این هست که به واسطه اینکه قوانین به اصطلاح حمایتی در رابطه با ترنس ها در ایران موجوده، بتونن یک جایگاه اجتماعی پیدا بکنن و از یک هویتی برخوردار باشن که از طریق قانون ازشون دفاع بشه. متاسفانه این اتفاق نمیفته. بسیاری از موارد افراد ترنس توی جامعه مورد خشونت و آزار از سوی نیروهای انتظامی قرار میگیرن، امکان دفاع از خودشون ندارن، توی خیابون اگر شب مردی تو خیابون راه بره و اینا متوجه بشن که این قبلا زن بوده، بارها مواردی داریم که مورد تجاوز قرار گرفتن، اینها امکان کار کردن در بسیاری موارد ندارن، وقتی متوجه بشن عمل کردن از کار اخراج میشن، توی دانشگاه مورد تحقیر قرار میگیرن و و و و مهمترین مسئله این که برای مثال اگر یک فردی متوجه بشه که دامادش یا عروسش ترنس هستش و قبلا مرد یا زن بوده و عمل کرده و با دختر ایشون داره زندگی میکنه، مثلا میتونه این عقد اینها رو حتی به هم بزنه. ما نمونه ای داریم که الان فردی که ترنس بوده و ازدواج کرده مجبور هستش که زندگیش رو در واقع داغون بکنه به خاطر اینکه پدر متوجه شده، پدر دختر، و میبینید که حمایت قانونی برای زندگی عادی توی جامعه از توی اینا موجود نیست. یک، خطاهای پزشکی که رخ میده در رابطه با عملای جراحی توی ایران بسیار حاد هست، حاد فاقد استانداردهای اولیه قابل پذیرش از سوی سازمان بهداشت جهانی است و اینها مواردی است که به نظرم باید خیلی دقت کردوش و دقت کنین خانم آرمیده که مسئله عملهای تغییر جنسیت توی سطح جهان، توی کشورهای غربی الان به این شکل در اومده که شما اگه بخواین عمل بکنین مجبور نیستین که رحمتون رو از بدنتون خارج کنین و عمل سینه حتما انجام بدین و غیره. در واقع ناقص سازی جنسی یا عقیم سازی که در رابطه با افراد صورت میگیره در این کشورها امروز ممنوع هست و شما میتونین طی یه پروسه 2 ساله که مثلا برین پیش روانشناس و نشون بدین که با جنسیت خودتون کنار نمیایین، میتونین کارت شناساییتون رو عوض بکنین و تغییر جنس دادین. در واقع عمل جراحی شرط نیست. اتفاقی که تو ایران میفته به اعتقاد ما ناقص سازی و شکنجه پزشکی است و به ویژه اینکه بسیاری از کسانی که زیر این به اصطلاح عملها کشته میشن، کسانی که ناقص شدن، کسانی که حتی امروز با وجود اینکه به خارج از کشور اومدن پزشکا میگن انقدر بد عمل صورت گرفته که ما نمیتونیم دیگه حتی ترمیمش بکنیم، و اینا اتفاقاتی است که متاسفانه قانون و دستگاه قضایی ایران به هیچ وجه بهش رسیدگی نمی کنه و در واقع سرنوشت اینها در دست پزشکان غیر متخصص و قوانینی که ازشون حمایت نمی کنه و جامعه‌ای که درک معینی از این مسئله نداره گرفتار هست.